فکر بکنین که شمایی که دارین تلویزیون نگاه میکنین، برنامه میهمان خدا رو تماشا میکنین، خدایی نکرده نتونین ببینین، یا یک لحظه تصور کنین شمایی که به بسیار شیرینی صحبت میکنین نتونین زبان باز بکنین و حرف بزنین، نتونین پدر رو صدا بکنین، نتونین مادر رو براحتی صدا بکنین، او وقت شاید بیشتر قدر و اهمیت این نعمتهایی که با آسانی در اختیار ما قرار گرفته درک بکنیم. به نظر شما بزرگترین نعمت چه نعمتیه؟ سلامتی، فرزند صالح، پدر و مادر، امنیت، نعمتهای فراوانیه. امشب قصد داریم در مورد بزرگترین نعمت در برنامه صحبت بکنیم. تیتراژ برنامه میبینیم، برمیگردیم، دوباره خدمت شما هستیم، مهمان برنامه خدمت شما معرفی میکنیم و امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو لب نمی کنم باز. خوش آمدیم به برنامه میهمان خدا. عذرخواهی می کنم از شما عزیزان از اینکه شب با کمی تاخیر خدمت شما رسیدیم، مشکلات برق که همگی ما و شما به او دچار. امشب میهمان عزیز برنامه ما جناب سمنوار کاتب محبوب بنایی هستن، فرمانده پیشین در پلیس هرات، که اکثر ما و شما هراتیای عزیز با ایشان معرفت و آشنایی داریم. سلام عرض می کنم خدمت ایشان و خوش آمدید میگم. سلام. سلام علیکم. سلام و عرض ادب داریم هم خدمت دستاندرکاران شبکه استقلال و هم عرض سلام داریم به خدمت مردم شریف و مجاهد پرور ولایت هرات. در خدمت شما. زنده باشین. تشکر خدمت از ماست. بسیار خوش آمدین. سلامت باشین. چطورین با روزه؟ خیلی هم خوبیم. خوب ان شاء الله. تشنه نمیشه این روزای گرم؟ چرا دیگه تشنه و گشنه میشه آدم؟ خب
به قول معروف آدم تشتم گوشه نشه روزه نه دیگه روزه رو معلومی نمیکنه سر آدم. خیلی خوب، به نظر شما بزرگترین نعمت در زندگی یک انسان چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نعمت های فراوان خداوند به ما عطا کرده، از او جمله نعمت های مهم و برجسته از او در مرحله اول از نظر من مسئله عقل، مسئله امنیت، مسئله سلامتی و خیلی از نعمت های بزرگیه که ما اگر اونا بخواییم بشماریم زیاده. دقیقا. و از همه مهمتر به نظر من مسائل سلامتی و امنیت. درست. خب نظر به حدود چندین سال ایفای وظیفه کردن شما در پلیس، حتما در جایگاه های حساسی قرار گرفتن و درک کردن که چقدر امنیت اهمیت خاصی داره. به نظر شما اهمیت در چه جایگاهی از نعمات خدا قرار داره؟ مخصوصا در جامعه مثل افغانستان که از نعمت سرتاسری و کاملی برخوردار نیستیم. خود نعمت یکی از موهبت های بزرگ الهی خود امنیت، اگر نباشه مسئله طاعت و عبادت ما خدشدار میشه. خود امنیت اگر نباشه ما با مسائل کارهای نیک و خیر و فعالیت های خیر و نیک نمیتونیم برسیم. امنیت نقش مهم و اساسی و کلیدی داره در همه ابعاد زندگی ما، در همه عرصه‌های زندگی امنیت خیلی اثر داره. اگر امنیت نباشه ما درست عبادت کرده نمیتونیم، راز و نیاز به پیشگاه خدا کرده نمیتونیم. امنیت نباشه مسائل ناموس ما، مسائل جان ما، همه چیز ما، ارزش‌های اسلامی ما به خطره. و یکی از نعمت‌های بزرگ خداوندی مسئله امنیته که پیغمبر خدا هم وقتی که امنیت رو برمیشمارن یکی از چیزهای مهم و اساسی و نعمت‌های بزرگ اساسی یکی مسئله امنیته. امنیت. بیم اجازه شما باشه بیم روز زندگی شخصی خود شما، ای که چطور شد که وارد عرصه جهاد و مقاومت شدین، چند سال به عنوان مجاهد در این خاک ایفای وظیفه کردین و چطور شد که اومدین به پلیس و لباس نظامی پلیس به تن کردین؟ یک لطف کنین یک مختصر به ما بیان بکنین، بسیار جالبه برای ما. سال 1357 بعد از کودتای ننگین هفت ثور، بر حسب تکلیف شرعی و مسئولیت شرعی که احساس کردم، ما در 24 اوت در کنار جا داره که یک یادی هم از شهید بزرگ و قائد و پرچمدار انقلاب شهید غلام محمد روحانی ما بکنم. و در 24 اوت 1357 ما در کنار از او بزرگوار بودیم و با جمع زیادی از مردم که در برابر تجاوزات و در برابر مداخلات اجانب استادگی کردن در اون کودتای ننگین هفت ثور، از همون وقت که ما قیام کردیم و بعد از اون هم در سال 57 ما مهاجر شدم، رفتم به کشور جمهوری اسلامی ایران و بعد از سال 58 در سالهای 59 اواخر 59 مستقیم و متو به شکل علنی مسلحانه وارد جبهه حق علیه باطل شدیم. درست. ما از سالهای 59 اواخر 59 و تا سال 1371 در جبهه حق علیه باطل بودیم. درست. همینجا یک مکس اگر بکنیم. در طول چندین سالی که در جبهات به عنوان مجاهد فعالیت کردین، چند دفعه مرگ به چشم دیده؟ او تو کو بارها و بارها مرگ ما میدیدیم. چرا؟ باز بیشترین خطرات در جبهات مقدم بود که در جبهه مقدم خود ولایت هرات در غرب هرات در منطقه دیغانچه به نام دیغانچه. درست. ما از اواخر سال 59 که جبهه آمدون تا وسط های سال 1362 بعد از محاصره ثور 1362 تقریبا 20 برج خوردی ما داخل جبهات بینیم. در محاصره سال 1362 در او زمان جنرال کبل فرماندهی نیروهای قوای روسی رو به دستش و دیگه قوات های دولت کمونیستی هم تحت اثر عمل میکردن.
در معاصر سال 1362 هجری در ولایت هرات سه کمند دور مجاهدین در غرب هرات او انداخته بود و برای نیروهای تفهمانده بود که اگر خواسته باشند این نیروها از این دایره یا از این حلقات معاصرات ما خلاص باشند یا باید به زمین برند یا باید به آسمان برند، دیگه چاره ندارند. در اون شرایط ما هر لحظه مرگ به چشم میدیدیم. گاه همیت میشد که ما در فاصله 10 متری یا 15 متری با نیروهای دشمن درابیز میشدیم، با اونا مشت در گریبان میشدیم، جنگای تن به تن، خب هر لحظه مرگ به چشم میدیدیم. و از این جایی که ما اعتقاد به جهاد و به شهادت داشتیم، هیچ گونه خوف و حراس و حزن و اندوهی به دل ما پیدا نمیشد. و هر لحظه در انتظار از این بودیم که فتح ما پیروزیه، شهادت ما پیروزیه. و هر لحظه خطر مرگ بود. درست. صد در صد و بدون شک در اون دوران سختی های بسیار کشیده شده اطمان. و شما خیلی سختی های رو تحمل کردین. در اون سختی ها، در اون لحظاتی که خیلی وقتا امکان داره حتی غذای درستی برای شما نمی رسیده، آب درستی نمی رسیده، جای خواب مناسبی نبوده که حتی شما استراحت بکنین بعد از اینکه یک بگفته شما جنگ یخن به یخنی با دشمن داشتین، در اون وقتا بزرگترین نعمت چی بود به نظر شما؟ بزرگترین خواست شما در همون لحظات چی بود که شما بیشترین سختی رو تحمل می‌کردین و بیشترین رنج قبول میکردیم؟ بله، اولا ما بر مبنا و اساس اعتقادات دینی و امو ارزش های دینی علاقمند شده بودیم به اساس تکلیف شرعی. هر آن که خطر را ما میدیدیم و تحمل میکردیم، بزرگترین نعمت در امون مسائل اعتقادی ما بود. اعتقاد به خدا، اعتقاد به جهاد، اعتقاد به شهادت، اعتقاد به دین و به ائمه اطهار. و همیشه آرزو مایی بود که خداوندی توفیق بده که بتونیم مخلصانه پاک جهاد کنیم و هر گاه هم اگر خداوند رزق و روزی ما شهادت میکنه، شهادت در راه خدا نصیب ما میشه. این که ما زنده موندیم حکمتهای الهی نمیفهمیم که بر چی بوده که بود در این شرایط شاید به وجود ما و امثال ما ضرورت باشه. آرزوی ما همیشه خدمت به اسلام و مسلمین و مستضعفین بوده و نجات کشور ما از دست اجانب بوده. و عقیده ما به همین بوده که ما پایبند به دین بودیم و پایبند به این بودیم که باید از دین و ارزش‌های دینی و از وطن و از ناموس و از مردم خود دفاع کنیم. همیشه آرزوی ما خدمت به اسلام و مسلمین بوده و در نهایت هم اگر خداوند مرگ برای ما فرا میرسونه و فرا برسونه، شهادت در راه خدای خب چطور شد که لباس نظامی به تن کردین، پلیس شدین و باز در یک لباس جدیدی به خاک و مردم خواستن که خدمت بکنین؟ در سال 1371 بعد از اینکه دولت اسلامی به وجود آمد، از اینکه ما سوابق دیرینی داشتیم در جهاد و مبارزه و آشنایی داشتیم با سرداران جهاد، خصوصا با شخصیت های مثل امیر سیف اسماعیل خان، با خیلی از شخصیت های دیگه، وقتی که حکومت اسلامی به وجود آمد در ساختار تشکیلات دولت اسلامی برای ما هم به عنوان یک حق یا یک سم یک جایگاه در نظر گرفتن. به این بود که در سال 1371 من در پست معاونت اول پلیس در بست جنرالی، یعنی به رتبه دیگروالی در بست جنرالی تثبیت رتبه شدم و به صفت معاون اول پلیس خداوندی توفیق داد که در خدمت جامعه و ملت و کشور و دولت رو قرار بگیریم و برای آوردن امنیت و تامین امنیت و نظم و امن و نظم عامه بتونیم خدمتی بکنیم با وطن. حتما که انشالله همینطور بوده. میریم گزارش میبینیم، برمیگردیم، هستیم در خدمت شما و بعد از گزارش انشالله صحبتهای ما و سوالاتی که داریم با جناب آقای بنایی در قسمت زمانی هست که لباس نظامی به تن داشتن و به عنوان یک پلیس به مردم خدمت میکردن. با ما باشه. زندگی خود من زمان رزیم که بتانم موانع که صد درا قرار میگیره از میان بردارم.
و زمانی که موانع برداشته شد میشه که گفت که از زندگی خود کاملا آدم رضیه و بتونه یک زندگی رفاهی به خود آماده کنه. زندگی کاملا رضیه که صحیح و سلامت در کار چیزی ندارین که افتخاری بهمون باشه. سلامت باشه، کار کنه، صحیح و سالم، سرفراز به خانواده و فامیل بتون بشه. سلامتی بهترین نعمته. اگر سالم بودی میتونی به ثروت به هر چیزی برسی. اگر سالم نبودی دیگه هیچ انگار کنیم نداریم. تمام دنیا که از ما باشه سالم نباشه انگار کنیم هیچی. تلاش شما که کوشش میکنن که در بخش علم ما پیشرفت کنیم و بتونیم یک بستر خدمت باشیم به جامعه تا باشه که این ملت از فقر از بیچارگی نجات بیافته. فقط رضایتی از زندگی که داریم فقط همین سلامتی و جانجوری، منتها از لحاظ کار کاسبی ناراض هستیم به خاطر که کار نیه بیکاریم. لطف خدا دیگه زندگی به صورت میگذره، بعضی روزا خوش بعضی روزا کمی مشکلتر. در صورت مشکلات جامعه ما شما فعلا زیاده، طوری که شما به جریان مشکلات اقتصادی، امنیتی، مشکلات کار، مشکلات خلاصه رو هم رفته، مشکلات هست، شکر خدا میگذاره دیگه، شکر. دلیل رضایت زندگی ما اینه که مستقل هستیم، به سر خود کنیم، کسی با ما کار نداره، ما با کسی کار نداریم، زندگی معمولی تو تقریبا پیش میبریم. بله کاملا زندگی که به خواست خود آدم کاملا آرامش داره و از زندگی آدم رضیه. رضایت در زندگی فامیل آدم، خانواده پت. از زندگی خود رضی هستم، خدا تعالی چیزی که با ما لطف کرده از زندگی خود رضی هستم. با حساب که همین تندرستی همین تیاری که هسته کار روزگار با همه چیز رضیم از خدا تعالی. دیگه والا امنیت باشه رضی هم مردم از زندگی خوب، کل امنیت به کشور ما. همین میگه نیمنان رعیت جان، با همین نیمنان انسان اگه بسازه جانی و راحت باشه خیلی بهتره. دنبال چیزای دنیایی زیاد نباشن، مردم رضی باشن، بمون نیمنان زندگی خوب صحیح و سالم و تندرست باشن. طبیعتاً اگه آدم آرامش داشته باشه میتونه یک زندگی سالم فراهم کنه. در کنار زندگی سالم خانواده بسیار فهمیده و با رشد و با فرهنگ، در کنار از یک جامعه بسیار متدین و بسیار فهمیده و بسیار پیشرفته. اگر یک کمی آدم ناخشنودتر باشه زندگی هم به صورت کم تلختر پیش میره. زمانی که یک شخص بتونه به رفاه اجتماع پیوست بشه، به او مطمئنم که رضی هم از زندگی هم یک رفاه درونی داخل خود داره. زندگی فعلی که برای همه ما هرتیا یا در کل بگیم برای افغانا مشکل هست، در کل در عموم دیگه زندگی شکر خدا رضیم انشالله از زندگی خو، همین که تیاریم سلامتی داریم برای ما یک دنیایه. مشکلات بسر همگی هسته فعلا. رضایتمندی که به شما عرض کنم، فکر کنم رضایتمندی پدر مادر از هم مهمتره، که چون توقع داره از فرزند خود که چی او کلون میکنه و چی از او به بار میاره، و یک خوشنودیه به انسان که بتونه رضایتمندی پدر مادر خود رو جلب کنه. بعد از آوردن رضایت، یعنی در سطح اول که خود انسان باید رضایت خود داشته باشه از همه چیز، دیگه اول که خداوند، دیوم خود آدم، سوم هم چون داخل جامعه زندگی میکنیم باید طور زندگی کنیم که عیار با همون جامعه باشه، که خوشنودی خود آدم و زندگی و به حساب جامعه با هم یک آرامش بده به انسان. اول خدای متعال، بعد پدر، مادر، خانواده، اعضای خانواده انسان، مردم، رویه خوبی داشته باشه انسان با مردم. برنامه مهمان خدا رو تماشا میکنین. در این چند لحظه‌ای که شما گزارش میدیدین، یک
سخن و حرف و گفتگوی خودمونیر من با آقای بنایی داشتم، سوالی پرسیدم که دوست دارم شما از اون محروم باشین. پرسیدم که در این دوران جهاد آیا مواجه شدن با یکی از همیارای اینا، یکی از برادرای اینا که در خط مقدم با اینا می جنگیده، ترسی در وجود از او رخنه بکنه، بدن از او بلرزه؟ همون به طور مثال در فاصله 10 متری گفتن گاهی وقتا می شده که با دشمن می جنگیدن، شده که یکی بترسه و عقب نشینی بکنه؟ شده این حالت؟ دوباره اگه لطف کنید. از اونجایی که نیروهای حزب الله واقعا از او شناخت و عشق و علاقه به جنگ و جهاد آمده بودن و هدف اینا خاص رضای خدا به خدمت بود، ما در طول همین دوران جهاد از مو جوان 16 ساله تا مو فرد که مسن بوده در خط مقدم هر وقت که می دیدم همیشه با عشق و علاقه و با شوق خاص اینا با دشمن می جنگیدن و هیچ گاه ما مشاهده نکردم و متوجه هم همیشه بودم که یعنی خدای نکرده در رویات از اینا، در مورال از اینا ما ضعف مشاهده کنم ندیدم و هرگاه اگر بعضی از اینا ما در خط مقدم در اون خط اول آتش نمی بردیم که با دشمن بجنگه، به رابندان استاد میکردیم، شب با ما ناراحتی میکردن که کجا ما از دیگرها کمتره که ما رو به خط مقدم نبردیم، مگر ما لیاقت شهادت نداشتیم که ما بریم، مگر ما ترسو بودیم که نبردیم. و او کسایی که در خط مقدم با ما به جنگ بودن یکی از پیروزی ها و موفقیت هایی که ما داشتیم همیشه بوده که از مورال بالای نیرو برخوردار بودن، چون از روی عشق و علاقه و از روی شناخت به جنگ و جهاد رفته بودن. هیچگاه ما در سیمای از اونا هراس و ترس و وحشت مشاهده نکردیم و هیچگاه ما از اونا صحبت عقیب نشینی یا فرار هم نشنیدیم. کلن مجموعی نیروهایی که در جبهات حق علیه باطل به نام حزب الله در افغانستان جهاد مبارزه کرده، خصوصا در خط مقدم در غرب هرات در همین منطقه دیقانچه، ما از اونا چنین چیزی مشاهده نکردیم. جوانترین مجاهدی که شما در این دوران جهاد دیدین چند سال داشت؟ ما از سن 13 ساله مجاهد داریم. جا داره که یاد کنم از یک برادری که در سن 13 ساله این مجروح شد و پازی به اثر مرمی دشکه که یعنی ثقیل‌ترین سلاح بود در اون زمان، مجاهدین نداشتن، دشمن دیش از عینک زانو پا از این مجروح شده سن از 13 ساله. همین حالا کم به طبقه پایین همین استادیون شما نشسته به نام بصیر احمد بنایی و اثرات همون مجروحیت تا بالا گور آزار میده. سن از 13 ساله بود. 13 ساله میتونیست امو کلاشینکوف رو برداره انتقال بده؟ چه کار میکرد به دوران؟ ای کاش که وقتی کلاشینکوف میبود از توفنگای 8 تیر ایم یک میگفتن دو برابر قط کلاشینکوف طول ازی بود. او به مو سختی یعنی وقتی کور به شانه خو میکرد قنداق همو توفنگ به زمین کشاله میشد. ما خیلی مجاهدین داشتیم، تنها او بصیر احمد نبوده، خیلی مجاهدین داشتیم که 13 14 15. جوانترین از اینا که بودم که ما فرمانده عمومی نظامی از اینا شده بودم در همون سال حدودا سن من 19 تا 20 سال بود. درست. خیلی خوب، بسیار تشکر. تشکر از حرفا و قصه‌های شیرین شما. در دوره‌ای که لباس نظامی به تن داشتین و فعلا هم فعالیت‌های سیاسی می‌کنین، چقدر از فعالیت‌ها و از کارکرد خودتان راضی‌این و رضایت داره؟ این قضاوت ما در دوران پلیس می‌گذاریم به مردم. مردم شناخت کامل به نام سمونوال غلام محبوب و بنایی یا کاتب محبوب و بنایی دارم. من در بخش‌های مختلف کار کردم. سال 1371 تا 1374 من به صفت معاون اول قماندانی امنی ولایت هرات بودم. در سال 81 ما به صفت قماندان قند 85 دیسانت هجومی قماندان کماندو بودم و در سال 83 ما به صفت آمر جنایی کشف جرایم جنایی بودم. در بخش های مختلف، در بخش حقوق بشر، در بخش اپراتیون اینا ما کار کردیم. کار ما رضایتی که ما از کار خودانیم اینه که همیشه به جهت رضای خدا بوده و خالصا لله کار میکردیم. در بخش جنایی در پلیس که ما کار میکردم یک گوشی به عنوان خودصفتی نباشه که همین حالا کم شاید تمام پلیس ها صدا مر میشنوم و تمام مردمانی که در جریان عملیات ها بودن صدا مر شاید میبینم و تصویر من میبینم. هیچ پرونده مختومه ما نداشتیم
و هیچ پرونده لاینحل هم نداشتیم. حتی پرونده هایی که قبل از وقتی که ما برم دوسیه هایی که ما شامل جنایبشون بودم 3-4 سال قبل از او بسته شده بود، اونا را ما باز کردیم و بالاخره اگر جلسه چیز پرونده یا دوسیه قتل بوده قاتلین پیدا کردیم و اگر سرقت بوده سارقین پیدا کردیم. امترین سال سالی بود که ما در آمریت کشف جرایم جنایی در پلیس فعالیت درست. خیلی خوب. گفتین که به اسم غلام محبوب بنایی یا کاتب محبوب؟ کاتب محبوب بنایی. کاتب محبوب. یکی از بیننده ها پیامک ارسال کردن و گفتن که چطور شده که اسم کاتب روی شما گذاشته بله. شده؟ قصه و حکایت خاصی داره این اسم یا نه؟ بله، در سالهای 1359 یا 1358 تا 60 61 62 خیلی کم افراد و اشخاص باسواد به جبهه می آمدن. درست. و در اون زمان به قول بعضی ها ما هم در میدان تفنگ فعال اثر گذار بدیم و هم در عرصه قلم و در عرصه بیان و در عرصه فعالیت های اداری تشکیلات و جبهه. به همون منظور در اون زمان چون در جبهه حزب الله باسوادتر از من کسی نبود، در مجموع همه به من لقب کاتب یعنی نویسنده یعنی باسواد، دیگه چیزی به زبان از اینا نمی آمد، می گفتم این فرد نویسندیه و نویسنده هم تعبیر و معنا از اینا به این بود که کاتب. و من مشهور شدم در سال 1360 از همون سال به نام کاتب محبوب بنایی. خیلی خوب ماله. جالب بوده ماله. خب فقط یک سوال بسیار فنی تر پرسان می کنم، این که از دید شما اساسی ترین عاملی که باعث شد مجاهدین نتونن از پیروزی خود بهره بزرگی بگیرن چی بوده؟ در میدان‌های نبرد مسلحانه و رو در رو با دشمن در جنگ‌های نظامی خوب درخشیدن مجاهدین. درست. از اینکه همیشه اینا سرگرم و به حساب مشغول جنگ‌ها بودن با اوت یک قول تا دندان مسلح ارتش سرخ شوخی نبوده با او جنگیدن، در عرصه سیاسی یک کم عقب ماندن. درست. و رهبرای جهادی ما بعضیا ما فکر میکنم که مشکلاتی از این نیه متوجه از اونا میشه که در اون عرصه اونا فعالیت کم داشتن و ما در عرصه سیاست نتونستیم کدام فعالیتی داشته باشیم و کدام ظرفیت های را آماده کنیم. امی بوده که در این شرایط ما نتونستن بهره درستی بهره درستی از مسائل چون همون رقمی که شما بیان کردین در بین مجاهدین افرادی که با سواد از سطح سواد بالایی برخوردار بالا باشن کمتر بودن بله. نتونستن که بهره درستی بگیرن بله. از پیروزی. خیلی خوب، بخش 30 شب 30 مسجد آماده پخش هست، میریم این بخش میبینیم برمیگردیم و انشالله صحبت پایانی و بعد از اون انشالله اذان و فکر میکنم در این لحظات اعلام این که انشالله تا چند دقیقه دیگه اذان پخش خواهد شد بزرگترین و بهترین خبره برشان. بریم ببینه بخش 30 شب 30 مسجد باز هستیم خدمت شما. در خدمت آقای بنایی هستیم و سوالی که دوست دارم از اینا بپرسم این هست که آیا اگر دوباره یک زمینی مساعد بشه و نیاز باشه به وجود شما که دوباره سلاح بردارین و به مقابل دشمن ایستاده بشین، آیا کار میکنین دوباره؟ بله، ما برای دفاع از حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور در صورتی که به وجود ما در داخل تشکیل نظام دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیاز باشه
حاضریم هرگاه از ما بخواین به خدمت دولت باشیم و هرگاه امنیت و حیثیت و ناموس ما در خطر بیفته و ارزش‌های جهادی ما زیر سوال بره و به خطر بیفته و هرگاه پدیده شومی که به نام طالب و داعش هر لحظه از هان مردم مرداره تخریب میکنه و اگر این خطر و این تهدید جدی باشه ما حاضریم دوباره سلاح برداریم در کنار دولت به حمایت دولت و به دفاع از ارزش‌های جهادی و دفاع از ناموس ملی خو تا آخرین قطره خون خو بجنگیم و آرزوی ما آخرین آرزوی ما از خداوند و مهمترین آرزوی ما اللهم ارزقنا شهادت فی سبیل الله شهادت در راه خدا خداوند شما رو زنده داشته باشه و برای ما نگهدار برای هر کس برای هر انسانی از دست دادن عزیزی مشکله شما در دوران جهاد و مقاومت وقتی که شاهد از دست دادن یکی از برادرای خودتون می بودین یکی از همسنگرای خودتون می بودین چه حالتی به شما دست می داد؟ چه انگیزی باز باعث می شد که دوباره با قوت بیشتر و با یک توان بیشتری به مقابل دشمن ایستادگی بکنیم و مبارزه بکنیم؟ یگانه عقبی که همیشه امو عاملی که ما رو به وجد می آورد به انگیزه می داد یاد ما می آمد از قیام امام حسین از کربلای امام حسین که امام حسین با او اهداف و مرام متعالی که داشت حتی از فرزند خودسالخ هم دریغ نمیکرد ما در همون زمان هم آمده بودیم با تمام وجود با تمام اعضای خانواده چنانچه در اعضای در داخل تشکیلات تعداد زیادی از اعضای خانواده خود ما بودن و از اقوام ما و خصوص مثلا مثل خسور ما مثل اقوام نزدیک فسرخاله نواسخاله ما شاید در حدود 18 نفر اعمال از اعضای خانواده و اقوام نزدیک ما شهید شده در همون زمان یگانه چیزی که ما پس دوره انگیزه میداد انمو یاد و خاطرات شهامت و قهرمانی های سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و همیشه برای ما انگیزه میداد و ما رو به وجد می آورد و ما به عنوان یک عقبه اون ما به طرف جلو پیش می برد و ما رو انگیزه جهادی و مبارزتی می داد و هیچ گونه حراس و ترسی هم به دل ما نبود چون با هر حالت ما فکر می کردیم ما پیروزیم چی بر دشمن غالب بشیم و چی کشته شیم هر دو حالت وعده خدا حقه که ما پیروز بودیم و شهادت هم نصیب ما می شد و لاغالان پیوست می شدیم به یقین می فهمیدیم که ما پیروزیم دقیقاً بیشک همینطور بوده شیرین ترین خاطره شما از دوران جهاد و مقاومت چی هست؟ شیرین ترین خاطره ما از دوران جهاد مقاومتی بود که ما در قرآن عظیم الشأن مطالعه کرده بودیم خونده بودیم که یک نفر در مقابل 10 نفر خداوند پیروز میکنه گاهن ما در جبهات میدیدیم که یک نفر از نیروهای جبهات ما در مقابل 100 نفر پیروز میشد وقتی ما محاسبه میکردیم این صدا مر همه نظامیان میشنوم همه کسایی که در روز زمان هم بوده میشنوند وقتی ما در محاصره دشمن گیر میامدیم در محاصره حلقات چند حلقه دشمن به اطراف ما میفتاد گیر میفتادیم ما خور که وقتی که همه نیرو خور ما میسنجدیم 100 نفر بودیم اما نیروی دشمن بالای 10 نفر بود چطور میشه اون نیروی دشمن تا دندان مسلح بود امکاناتی داشت که شما نداشتین ولی این چطور میشه که شما با امکانات کم با تعداد نیروی کمتر باز غالب باشه او برمیگرده به همو ایمان و اعتقادات کامل و عزم راسخ و همو اراده قوی و نشکن مجاهدین که واقعا برای رضای خدا بودن و تمام و گاهن هم امدادهای غیبی نصیب میشد که ماها متوجه نمیشدیم دشمن متوجه میشد در یک عملیاتی که ما بر دشمن غالب شدیم بعدن دشمن گزارشات رسید از دشمن که ما وقتی که بر اینا هجوم می‌بردیم می‌دیدیم از پا بوته‌های خار از زیر مثلا درخت‌ها از کنار دیوارها مثل که از زمین نفر بجوشه یک دم می‌دیدیم که یک تعدادی با یک لباس‌های مخصوصی علیه ما هجوم می‌آوردن و ما رو در هم می‌شکستاندن ماها اونا رو متوجه نمی‌شدیم خدا شاهد این ما از زبان دشمن در اون زمان شنیدیم یعنی امدادهای غیبی بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين و این وعده اقتالایه که هرگاه دشمن بر شما تهاجم میکنه و تعرض میکنه و شما در محاصره دشمن قرار میگیریم اگر شما در راه رضای خدا گام برداریم خداوند فرشته ملائکار
به مدد به یاری شما میفرسته. در اونجا من هیچ شک ندارم که امدادهای غیبی هم نصیب مجاهدین واقعی و مخلص راه خدا میشده. بسیار تشکر. سلام میفرستم به تمامی مجاهدین افغانستان، به او عزیزایی که فعلا حضور دارن و نفس میکشن و نفس از اونا سرمایه برای مملکت، و سلام میفرستم به روح او عزیزایی که شهید شدن. امیدوارم که هر لحظه به نور اینا قبر بباره. فقط به عنوان حرف آخری، چون وقت نمونده، فقط یک دعا بکنین ازو وای بنا، یک دعا، یک جمله فقط. دعای آخر ما در آخر اینه که خداوند روح همه شهدار از ما خوشنود راضی بگردانه، خصوصا روح شهید وحدت و اخوت، شهید حجت الاسلام و المسلمین نجفی عزیز که واقعا در راه اخوت و وحدت جان عزیز خود از دست بداد، و برای ما خداوند توفیق طاعت و عبادت و بندگی و همبستگی و وحدت و اخوت برادری عنایت بفرمایید. انشاءالله. بسیار تشکر. خدایا اگر روزی فراموش کردم خدای بزرگی دارم، تو فراموش نکن که بنده کوچکی داری. تشکر از همراهی شما، تشکر از اینکه نگاه‌های زیبای خود به ما هدیه کردید. در لحظه اذان و لحظه افطار می و تمامی همکارای مر از دعای خیر فراموش نکنید. خدا حافظ شما. تشکر.